یکی دو دقیقه میکروفون آزاد و وقت آزاد برای اینکه شما آنچه که احیانا من نتونستم از شما پرسشی داشته باشم ولی در دل شما هست و شما دوست دارید که اون رو بیان کنید بفرمایید. تنها چیزی که میتونم بگم باز برمیگرده به صحبت اولی که تو گروه داشتیم، این بود که الان تو این شرایطی که ما قرار داریم که مسئله کووید هست و متاسفانه یه چیزی رو فراموش کردیم که کووید نیست که ما رو میکشه، یه سری ویروس های خیلی وحشتناکتر توی زندگی ما وجود داره که ما الان فقط فوکس کردیم توی کووید، اونم به خاطر اینه که دارن ما رو کنترل میکنن، کسی که اون بالا هست. و باید بدونیم که نه تنها باید با کووید مبارزه بکنیم، با ویروس های خطرناکی مثل انگزایتی، استرس هایی که الان به ما وارد میشه و ما داریم اونا رو ریلیز میکنیم به بچه هامون، به اطرافیانمون، رو اونا باید کار بکنیم. تک تک ما به عنوان یک انسان مسئولیم و مسئولیت داریم که رو خودمون کار بکنیم، چون انگزایتی استرس یه وایرس هست که شما میتونین ریلیز بکنیم به دیگر. من فکر میکنم تک تک ما تنها چیزی که میتونم، پیامی که میتونم برای همه داشته باشم، مخصوصا خانمای ایرانی، این هستش که رو خودمون کار بکنیم و عاشق باشیم، عاشق زندگی باشیم. چنانچه که میگن عشق یعنی نان ده و از دین مپرس، عشق یعنی مشکلی آسان کنی، دردی از درماندهی درمان کنی. این شعر قشنگ اگر هر روز صبح آدم، هر کسی به خودش تکرار بکنه، بعد متوجه میشه که این 217 میلیارد انسانی که الان دوچاره فکر میکنن کووید هستن، در صورت که ویروس های خطرناک دیگه ای هست، من فکر میکنم تک تک اگر این رو داشته باشیم توی روتین زندگیمون، بتونیم با تمام سختی های زندگی مقابله بکنیم و یادمون باشه که تک تک ما یه سباه کوتاهی تو این دنیا هستیم و ایشالله که بتونیم دست پر بریم. سپاسگزارم. و میدونید که بنیاد جوایز پارسی یا پرشین اواردز هدفش یک پارچگی درون مرز و بیرون مرز هستش در بسیاری از شغل‌ها، بسیاری از و امیدوارم که این گفتگویی که من و شما صمیمانه و از جنس دیگر داشتیم بتونه این مسیر رو راحت‌تر و آسان‌تر کنه. و از شما سپاسگزارم خانم الی بختیاری که دعوت من رو برای این گفتگو پذیرفتید و امیدوارم بتونیم در آینده برنامه‌های دیگه‌ای با شما داشته باشیم و از فعالیت‌های دیگه‌تون پرسش کنیم که مطمئن هستم حرف برای گفتن بسیار دارید. ممنونم از شما. من شما رو روی تخم چشمام میذارم که به من این فرصت رو دادین که بتونم شاید بعد از این مصاحبه حتی اگر یک نفرم تأثیر مثبت گذاشته باشم، من هپی خواهم بود و برای این مسئله از شما سپاسگزارم و روی ماه شما رو میبوسم. چشمان شما بینا و بیبلا و با آرزوی تندرستی برای شما و برای همه که این برنامه رو میبینن. خدا نگهدار همگی باشه.